کارشناس و مشاور با تجربه و فعال کاترین الیه بینش و نیک بینش در گلدن هاوس ریل استیت برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در خدمت شما. کاترین الیه و نیک بینش با دنیایی از تجربه در زمینه ریل استیت شما را در مدتی کوتاه صاحب خانه رویاییتان می کنند. این دو کارشناس فعال شما را نیز در گرفتن انواع وام های مختلف یاری می دهند. کاترین الیه و نیک بینش در دو منطقه لس آنجلس و اورنج کانتی شما را در مدتی کوتاه صاحب خانه و یا ملک تجاری کرده و یا آنها را در اسرع وقت به فروش می رسانند. برای صاحب شدن خانه رویاییتان فقط کافی است با تلفن 949-222-0234 تماس حاصل فرمایید. عبید رسولی مشاور صادق و قابل اعتماد در امور خرید و فروش املاک مسکونی و تجارتی. مشوره رایگان برای انتخاب وکیل، بیمه، انسپکشن و غیره. با خرید خانه کرایه کوچک‌کشی، پول وکیل و انسپکشن خانه پرداخته می شود. اگر توسط عبید رسولی خانه بخرید، کمیشن فروش خانه قبیتان از سهم وی رایگان. با استفاده از خدمات مشورتی عبید رسولی، آرزوی داشتن خانه تانا برآورده سازید. شماره تماس 647-229-85. آش رشته صدف تهیه شده از سبزیجات مقوی و کاملا سالم بدون پرزروتی و کلسترول. خوشتم خوشمزه. آش رشته صدف سنتی ترین آش ایرانی که خاطرات کودکی و پخت و پز مادر بزرگ را همیشه به یاد می آورد. با آش رشته صدف به آسانی در کنار خانواده بدون ساعت‌ها تدارکات، آشپزی و حتی در محیط کار در کمتر از 4 دقیقه آش رشته صدف را نوش جان کنید. همکنون آش رشته، آش انار، آش جو و سوپ جوی صدف در مراکز ایرانی موجود است. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. با دنیا رستوران خوش آمدید. با غذاهای متنوع، آشپزان مجرب و فضای گرم در خدمت شما می باشیم. از غذاهای لذیذ ما 7 روز هفته برای صرف غذای چاشت و شام لذت ببرید. دنیا رستورانت با مدیریت هاشم عباسی در قلب الکساندریا ورجینیا آماده پذیرایی از شماست. کیترینگ برای محافل خوشی شما در ورجینیا، واشنگتن دی سی و مریلند با بیمه بیش از $1,000,000 نیز پذیرفته می شود. شماره تماس 703-212-85-11. برای معلومات بیشتر با وبسایت dunyabanquet.com مراجعه نمایید. دنیا رستوران مهماندار همیشگی شما. گویی چوی پولیان آید هم
هرگی آموی درشتی هایو هایو هرگی آموی درشتی هایو هایو زیر پایا آبی جیهون از نشاطی روی دوست روی دوست آبی جیهون از نشاطی روی دوست روی دوست خنگی ما را تا بخارا شاد باش درزی ای درزی میرزی تو شاد ما آید همه آید همه میرزی تو شاد ما آید همه خب بیننده های عزیز و گرامی خدا کنه که تا بال پروگرام خوشتون آمده باشه و این خواندن رو واقعا خوش دارم و خوشم آمد و برتان ماندم و امیدوار هستم که خوشتون آمده باشه.
ما امروز ما گفتم براتون قبلا که مریم جان داریم با خود و مریم جان اینال خود معرفی میکنن و برشان خوش آمدید میگیم و صبح که ما گفتم که کارهای خوب ما یکی از کارهای خوبی که ما تشویق میکنیم و بسیار جا تشکر از تلفنایتون که تلفن کردین. قبلا ما امرای نوریه جان گپ زدیم و حال ما مریم جان داریم، حال با مریم جان هستیم. باز اگه بیننده‌های عزیز ما تلفن میکنن کدام سوالی از مریم جان دارن یا هم رشته حقوق خواندن و کدام سوال در قسمت حقوق از افغانستان باشه یا اینجا باشه سوال دارین سوال کنین ازشان، مریم جان جواب میتن. نمبر تلفن ما هست 949-502-5454. خوش میشن، بسیار خوش شدن که بیننده‌های عزیز ما علاقه گرفتن و یار تشویق کردن برشان تلفن کردن. یک جهان از شما ممنون هستم که یار تشویق میکنین به ایران. مریم جان گل صبح شما بخیر، خوش آمدین به پروگرام. بسیار اگه خود به بیننده‌های عزیز معرفی کنین یک اندازه بسیار خوش میشه. تشکر از شما مام بلندتر. به نام خداوند شروع میکنم. تاریخ یک بار قبلا هم به برنامه آمده بودیم و شاید بعضی ها یک معرفت از ما داشته باشند. من مریم هستم، از افغانستان به خاطر فراگیری تحصیل خود به کشور امریکا آمدیم. خوشبختانه یک سمستر سپری کردیم و حال در راستای سمستر بعدی قرار داریم و ما آرزو میکنم که یک صبح خوش هم آغاز کرده باشند و با ما نیم ساعتی که در برنامه هستیم یک برنامه خوب را داشته باشند و تا اندازی بتانم یعنی به سوالایشان جواب بگویم و به سوالایشان جواب بگویم. بسیار الله، بسیار خوب. خب مریم جان کدام مشکلی ندارین شما و قسمتی که درس های اینجا کس به مدت 6 ماه؟ طبعا وقتی که از افغانستان یعنی ما به امریکا آمدیم کاملا یک کشور متفاوت، سیستم در پلی سیستم حقوقی کاملا متفاوت داشتیم. ما در افغانستان ما یک سیستم حقوقی مدون یا میگن که سفر لا داشتیم و در اینجا یک سیستم حقوقی کاملا لا است که در اونجا البته همه چیز در روی قانون نوشته شده بود و به اساس از او عمل میشد و در اینجا از قبل قانون وجود نداره، اول یک عمل واقع میشه بعد قانون به وجود میاد، یعنی کاملا متفاوت بود، متفاوت است. اما ما مشکلات موجود بودیم ولی خوشبختانه با کوشش استادای ما میشه داشتن و با زحمتای کنا داشتن شوهای رو کنا پیش میبردن و میبرن، ما تانستیم که یعنی بهتر تا اندازه بتانیم استفاده کنیم و یاد بگیریم و بتانیم که امو رضایت آنها را فراهم بسازیم. بسیار حالا من همین سوال از نوره جانم کردم از شما مریم جان گل، شما خودتان به ذوق و علاقه‌ای که داشتین به رشته حقوق خواستین که فرا بگیرین یا از طرف فامیل شده یا اجباری است؟ طبعا یعنی مقصدم که شرایط اجباری به شما وادار ساخته. البته باید گفت که در افغانستان اصلا همی که قانون تطبیق نمیشه و عدم حاکمیت قانون و فسادی که در سیستم های قضایی وجود داره، کمتر فامیلا علاقه داره که اولادایشان به حقوق بره و پیشتر فامیلا یعنی علاقه پیشتر به دارن که اولادایشان انجینیر شه یا دکتر شه و اقدر معلومات پیشتر هم نسبت به حقوق نداره. متاسف که در اینجا مدید و اکثریت فامیلا میخواه که اولادایشان دکتر شه و انجینیر شه، ولی من از خرطرکی که بودم ما علاقه داشتم که من باید کلان شوم در بخش قانون کار کنم و خواستم که من باید یک قانوندان باشم انشاءالله به کمک خداوند انشاءالله میشه و بتانم تا بتانم به خاطر که جامعه ما نیاز عمده ار جامعه به شمول ولو که جامعه پیشرفته باشه یا مانده باشه نیاز عمدهش قانون است و نیاز به قانون داره و میخواستم به خصوص جامعه ما نیاز به این داره که ما باید از قدم اول یعنی بیشتر از انجینیر بودن یا دکتر بودن باید ما به قانون و به حقوق فکر بکنیم و باید در اون قسمت زیادتر توجه داشته باشه فامیلا. به میخاطر من میخوایم از طریق تلویزیون به فامیلا که اولادای خود کوشش کنن تشویق بکنن از طفولیت که به این رشته علاقه بگیرن و در این رشته درس بخونن تا باشه که ما به کشور عزیز ما خدمت بکنیم از طریق از چرا که کشور ما نیاز عمده به چی داره و می قانون داره و حقوقدانهای محترم داره که اینا بیاین تا جامعه ما رو بسازن. بسیار عالی، یعنی برای یک زن به افغانستان که بتونه به رشته حقوق درس بخونه و کار کنه بله. واقعا ما ضرورت داریم، ضرورت داریم. یعنی می جوانای ما هستن که باید ما تشویق کنیم که یا بتانن مستر خدمت برای بازسازی افغانستان برای افغانستان آینده بخیر یا بتانن که خدمت بکنن. خب شما در از دستاوردهایی که در بعد از برآمدن شما از فاکولته و به مدتی که شما اونجا کار کردین میتونین مریم جان بگوین که چی دستاوردی داشتین در قسمت حقوق زنا در افغانستان؟
خوشبختانه علاقه که داشتم اصلا حقوق که انتخاب کردم عطا به خلاف علاقه خانواده خود من حقوق انتخاب کردم اونا چون علاقه نداشتن به این مسئله نمیخواستن چون به خاطر که گفتم به دشواریایی که در مملکت موجود داره ولی من صرف به خاطر از انتخاب کردم تا باشه که من برای حقوق زنها که کاملا در کشور ما طبقه که طبقه خانما است از حقوقشان محروم هستن در این عرصه خدمت بکنم ولی خوشبختانه و زمانی که من فارغ شدم یعنی مدت کوتاهی که من در افغانستان بعد از فراغت خود که 2.5 سال من در افغانستان بعد از فراغت کار کردم در راستای حقوق زن کار کردم بسیار یعنی در اونجا اگر چی باید گفت که یعنی مشکل است که بگویم که دستاوردم دی داشته باشم به خاطر که یک چالش بسیار عمده در راستای حقوق زن در افغانستان وجود داره یعنی سالهای بسیار زیاد را در بر میگیره یا سالهای زیاد نیاز داره تا ما بتانیم که حق زن طوری که در قوانین نافته است و گنجانیده شده و او طور ما تطبیق بکنیم ولی خوشبختانه من تانستم که در راستای حقوق زن کار بکنم برای زنها آگاهی بتم در قسمت از شما دارای کدام حقوق هستین حتی به ولایت های کشور سفر بکنم از اونها بخوام تمامشان که شما این حقوق دار هستین چگونه حقوق در قوانین دارین در قرآن دارین میتونم یک تلفن بگیرم به اجازه شما سلام بیننده عزیز به پروگرام به برنامه صبح بخیر خوش آمدین صبح شما بخیر سلام شب بخیر احترام و تقدیم به شما تقدیم میکنم و همچنین به مهمان عالی قدرتان سلام و خود تقدیم میکنم اولا برشان میگم خوش آمدین که به کشور ما آمدین و این موفقیتتان برتان تبریک میگم برین شما جوانای که آینده ساز افغانستان می باشین و آینده افغانستان به دست نمی جوان هاست که زحمت های نمی جوان هاست که شاید ملک ما از این بربادی روز نجات بیافه سوال ما از همچنی ما همیست که به تفاوت هایی که بین قانون های کشورهای غربی هست و در افغانستان و طرز تطبیق از قانون هست آیا به چی اندازه ای تحصیل شما که در امریکا میکنید مفید واقع خواهد شد در افغانستان کمک تشریح بدین برای ما تشکر میکنیم خداوند در آرزوی که دارین شما را برسانه و موفقیت شما موفقیت افغانستان عزیز ماست روز خوش میخواییم یک جهان تشکر از تلفنتان مهربان هستین بسیار تشکر از تشویقتان خداوند به امان خود داشته باش شما را زنده باشین تشکر برای شما مریم جان جواب میدن بسیار تشکر از تلفنتون روز خوش در قدم اول تشکر میکنم از برادر عزیز ما که اینا تماس گرفتن علاقه گرفتن و سوال را مطرح کردن البته باید گفت ما در رشته که ما درس میخوانم فعلا در امریکا و هدف اساسی که ما در امریکا از طریق یک برنامه اسکالرشپ آمدیم ایست که یعنی ما جنبه های تطبیقی قوانین بشر حقوق بشر در امریکا ببینیم و بعد اون را ببریم به افغانستان تطبیق بکنیم به این اساس رشته را که میخوانم حقوق بین المللی مقایسوی است یعنی به طور مقایسوی قوانین بین المللی که مرز و به حساب بگویم که این سرحد نداره صرف انسان به خاطر از اینکه انسان است صرف نظر از مذهبشان صرف نظر از نژادشان اینکه جنسیتشان همه دارای متساوی هستند حقوق است که اینا انسان به حقوق زاده شدن بله. اصلا ما میخواهیم در قسمت از این حقوق کار بکنیم به این خاطر این قوانین که چی در امریکا باشه در افغانستان باشه اینا زمان مکان نمیشناسن بله. پس به این اساس این قوانین جنبه تطبیقی در افغانستان کمتر است و می خاطر است که ما به کشور امریکا اومدیم تا بیاموزیم که چطور بتانیم این قوانین طوری که اینا تجارب از اینا رو بگیریم و در افغانستان تطبیق بکنیم خوشبختانه در مدت 6 ماهی که من در اینجا تحصیل کردم و درس خواندم یعنی پیشتر ما دیدیم که چقدر امریکا با کدام شیوه هایی را تطبیق کردن این قوانین و چقدر این امروز موفق هستند و شیوه هایی که اینا کار گرفتن بگیریم را ما ببریم به افغانستان تطبیق بکنیم چقدر حالا معقول به این خاطر دیگه یعنی هدف اساسی ما که اینجا آمدیم امی است که ما قوانین بین المللی را بخونیم گفتم قوانین است که نه مربوط امریکا است نه مربوط افغانستان یعنی مشخص مربوط یک کشور خاص نیست اینو ما میتونیم در هر کشور تطبیق بکنیم ولی به تاسف که در افغانستان زمینه تطبیقی از قوانین وجود نداشت به این خاطر ما اینا که خداوند زمانی که به افغانستان برگردیم کوشش میکنیم که زمینی تطبیق از قوانین فراهم بکنیم با مردم آگاه بسازیم بسیار عالی بسیار هدف بسیار موفق باشین هدف فوق العاده عالی است مریم جان گل میتونم یک سوال از شما داشته باشم که امی حقوق زنا که هست در افغانستان خشونت با مقابل زنا که هست آیا همه حقوق خشونت مقابل کدام زن هم پیش شما خاطر دارین که کدام واقع شده باشه
که یک مرد زن خشونت مقابل مرد داشته بوده باشه به کسایش که شما دیدین زن در مقابل مرد یعنی خشونت مرد مقابل زن است نه بله. آیا شما کدام مردی که خشونت دیده باشه از مقابل از زن خود خب تو کسان ای هست یا نه این یک موضوع طبیعیست که وقتی که یعنی انسان ها در همیشه بعضن در انسان خودش ذاتن میگه سرکش هستن در بعض مورد امکان داره که خانم ها بر علیه مرد ها مثلا مرتکب کدام جرم شوه یا مرتکب خشونت شوه ولی در کل بسیار کم است در افغانستان کم زیادتر یعنی ما خشونت های رو دیدیم چون اونجا تمرکز هم دیم مسئله بود که باید ما بر حقوق زن کار بکنم به این خاطر پیشتر ما به موارد مواجه شدیم که زیادتر خشونت مرد ها علیه زن ها بوده و بسیار موارد کمتر وجود داره که یک خانم بر علیه مرد خشونت بکنم بسیار و شاید ما از طریق تلویزیون ها اینا هم ببینیم بسیار کم موارد وجود داره که ما ببینیم که زن افغان با احترامی که به خصوص به شوهر خود داره و به برادر خود پدر خود داره این کار را بکنه هیچ وقت یعنی کمتر است که مرد مانند مردا مرتکب عمل خشونت شود. خب به افغانستان مریم جان خانه های امن است برای خانوما آیا در این قسمت میتونین شما یک ذره به ما روشنی بندازین که خانه های امن برای خانوما کمک هست یا نیست؟ خب البته گفت که در افغانستان در اواخر خصوصا در مدت 10 سال اخیر یعنی بعض خانه های امن در افغانستان وجود آمده ایجاد شده و هدف اساسی اینا ای است که بر زنایی که مورد خشونت قرار میگیره اونها رو مورد حمایت قرار بده در قدم اول بله این طبعا مفیدیت خود داره یعنی ای که مثلا یک خانمی که مورد خشونت قرار میگیره او یک راه برش وجود داره که بتونه یعنی به اونها پناه بره از اونها کمک بخوره کمک بخواه و در اونجا در خانه های امن برای زنها حمایت های حقوقی وجود داره در پلوی از زمینه های کاری وجود داره برشان یعنی بسیار یک کمک است ولی به تاسف که این کوتاه مدت است طویل مدت نیست مثلا یک خانه امن زیادتر که نگاه بکنه یک خانه بر 3 ماه است بعد از 3 ماه نمیتونه یک خانمی که مثلا اونا اصلا سواد کافی نداره یعنی او نداره زمینی کار برای زیاد باشه و پس وقتی به اجتماع میره نمیتونه خود یعنی در اجتماع نمیتونه خود دریافت بکنه مجبور میشه که به یک راه بعد دیگه بره شما ما یک قصه که به حساب یک خانم با یک مشکل مواجه شده بود یک خوشنط خانوادگی مواجه شده بودی به خانه هم پناه میبره وقتی به خانه هم پناه میبره 3 ماه بعد او میگن که باید تو جای برات پیدا کنی این وقتی که از او خانه میره و در اجتماع بسیار با مشکلات مواجه میشه تا میگه که باید یعنی بدتر خوشنط دیگه شد یعنی به این خاطر بنابراین اگه یه مورد حمایت دولت قرار بگیره اگر طویل مدت باشه یا برای خانم ها زمین های کاری فراهم شه این باز بهتر میباشه ولی تا جای مفیدیت خود دارم. خب مریم جان نظر شما چی نظر دارین در قسمت امی رشته تان برای جوانای امروز امریکا و جوانایی که به افغانستان هستن چی نظر شما چی است که چی باید بکنن چی گفتنی برشان دارین؟ برای جوانایی که مختصر. یعنی جوانایی که در امریکا هستن باید بگیم که اینا فرصت بسیار زیاد دارن باید استفاده بکنن از اینا باید و خصوص زمینای تحصیلی در امریکا بسیار فراوان هستن اینا در امنیت به سر میبرن حمایت خانواده برایشان وجود داره حمایت دولت وجود داره یعنی اینا باید استفاده بسیار زیاد را بکنن از این ما در افغانستان یعنی در هر حالت ما فرصت زیاد نداشتیم ما بسیار ما مشکلات یک جوان میتونه که در افغانستان درس بخونه حتی ببینید که ما برق نداریم از طرف شب حتی ما مثلا موتر یا ترانسپورتیشن کافی نداریم کتاب کافی نداریم با مشکلات هر روز بی امنیتی و دیگه این مشکلات بود که نمیتونه جوان ها در افغانستان درس بخونه ولی در اینجا بسیار یعنی فرصت های بسیار زیاد دارن پس به این خاطر از این فرصت ها تا حد امکان اینا باید استفاده بکنن و با زیادتر باید به تحصیل خود توجه بکنن زیادتر و من همه جوان ها اینجا میخوایم که زیاد اینا چی کنن تحصیل بکنن تا باشه که یک روز ما هم ما یک جا دست و هم بتیم و بالاخره افغانستان بسازیم چرا که افغانستان به جوان های امنیت نیاز داره در افغانستان خب میبینیم که بدبختی است اجازه نمیده که جوان ها تحصیلات خود به صورت درست بگیرن پس اینمی جوان ها از کاینده افغانستان ما هستن. بسیار زیاد تشکر مریم جان گل انال اگر خودت وگمانم برنامه رو به اتمام است اگر امکان عبیب جان اشاره میکنه که وقت کم است اگر که کدام گفتنی خاصی داشته باشی یا خداحافظی میکنی برای بیننده ها دیگه وقت نمانده میتونی زنده باشین. ما هم تشکر میکنم از شما از برنامه زیبایتان که باز ما را دعوت کردین و بعضی چیزایی که داشتیم برشان شریک ساختیم و همه گیره به خداوند یکتا میسپارم امید که یک روز خوش داشته باشن.
خب تشکر بسیار زیاد بریم جان. بیننده های عزیز و گرامی، یک جهان تشکر از اینکه شما تلفن کردین، از تلفن‌هایتان یک جهان ممنون هستم که تشویق کردین مریم جان و نوریه جان و یا خواستن که همون چیزی که داشتن و براتان گفتن، و انشاءالله باز امید به خداست که باز به شش ماه بعد که باز خلاص شن ما بتانیم که باز دوباره یاره بیاریم و ابو دستاوردهایی که به یک سال می داشته باشن از یا خواسته باشن براتان بگن خودشان. خب شما را به خداوند کریم و رحیم بسپارم تا هفته آینده. روز و روزگار به شما خوش و خوش خوش و خوش و خوش باشد. با صحت و سلامتی به همه شما. زیبا زیبا راشا ای خاک نازنین من، تو باغچه برین من، سرود بهترین من.